به رغم گذشته 20 سال از سقوط حکومت سنی های تون روی طالبان در افغانستان اما همچنان این کشور یک روز خوش به خود ندیده است به زد کشور افغانستان از به شهادت رسیدن 52 تن و زخمی شدن نزدیک به 100 نفر دیگر در نتیجه سه انفجار پیاپی پی در نزدیکی دبیرستان دختران کابل که ساعت پایانی روز گذشته رخ داد خبر داد همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد غروب روز گذشته صدای سه انفجار پیاپی در منطقه دشت برچی واقع در حوزه سیزدهم امنیتی شهر کابل شنیده شد شاهدان عینی گفتند که این رویداد در نزدیکی دبیرستان دختران سید و شهدا رخ داده است گفته می شود این انفجارها زمانی رخ داده که دانش آموزان در حال خارج شدن از مدرسه بودند در همین حال برخی منابع اعلام کردند که این رویداد ناشی از اصابت سه راکت در نزدیکی این مرکز آموزشی بوده است تارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت این رویداد ساعت چهار و بیست و هفت دقیقه عصر روز شنبه در نزدیکی دبیرستان سید و رخ داده است و تا کنون 52 و تن جان باخته و نزدیک به صد نفر دیگر نیز زخمی شدند. با توجه به ابعاد وسیع این انفجارها آمار تلفات در حال افزایش است. در همین حال تلویزیون یک افغانستان شب گذشته به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که در پی سه انفجار پیاپی غرب کابل بیش از 27 تن جان باخته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی خودروی بمبگذاری شده هنگام خروج دانش آموزان از دبیرستان منفجر شده است وزارت بهداشت افغانستان در لحظات اولیه اعلام کرد در پی انفجارها در غرب کابل زخمی های این حادثه به بیمارستان انتقال یافتند گفتنی است تا به این لحظه هیچ گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته اما سابقه تاریخی کشور افغانستان نشان می دهد سنی های تند روی طالبان همواره با هدف ایجاد بی و دست یافتن به اهداف شوم خود دست به عملیات های تروریستی و کشتار ملت مظلوم و بیگناه افغانستان می زنند.